جناب رحمانی، علارغم اینکه ما خب در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد این هستیم که آمار کرونا در حال کاهش هست و خب آمار واکسیناسیون در این کشور، تعداد کسان و حالا جمعیتی که واکسینه شدن به طور مشخص در حال افزایش هست، در ایران ما می‌بینیم کاستی‌های بسیار زیادی وجود داره. کرونا همچنان در حال تاخت و تاز هست، وضعیت واکسن مشخص نیست و آمار مرگ و میر متاسفانه باز هم افزایش پیدا کرده. برخی مناطق مثل سیستان و بلوچستان به قول برخی از صاحب نظران در حال ایجاد یک فاجعه هست و خب تعداد مرگ و میر و مبتلایان و شرایط حالا وضعیت پیگیری و رسیدگی به بیماران در این استان بسیار وخیم گزارش شده. باز من نظر شما رو بپرسم که به نظر شما چرا چنین هست؟ چرا باید چنین اختلافی در رابطه با برخی مناطق مثل سیستان و بلوچستان بشه؟ و علارغم این مشکلاتی که به وضوح داره منتشر میشه اخبار اون، مسئولین متاسفانه به دنبال فرافکنی هستن و صحبت از این میکنن که همه چیز عادی هست، همه امکانات در دسترس است، که این به قطع خلاف واقع و خلاف اون شرایطی است که در سیستان بلوچستان میگذره. ببینید واقعا شرایطی خیلی بد سختیه، به خصوص در سیستان بلوچستان، به خصوص قسمت زاهدان و چاهبوها. خب شرایط خیلی سختی گزارش داده میشه. با بعضی دوستان که من صحبت میکردم، برخلاف این آمارهایی که داده میشه و سعی میکنن عادی جلوه بدن، این نوع ویروس کرونا که از هند اومده، در حقیقت 5 روزه اگه ریه رو درگیر کنه طرف مرگ نزدیک میکنه، با توجه به امکانات بسیار کمی که در سیستان و بلوچستان هستش. ببینید یه مسئله فوری اینه که واقعا با تبدیل مسئله افکار عمومی کرد، یعنی در کلاب ها و جاهای مختلف گفت دارن میکنن، اگرچه کافی نیست. حالات اورژانسی به نظر من باید مولوی ها وارد بشن و فشار به دولت بیارن. خب مولوی به رئیسی رای داده دیگه، حالا باید الان به آقای رئیسی بیاد یه سری چیزهای اورژانسی شروع کنه. از این طرف اعلام میکنه ما واکسن دادیم، به اندازه کافی مصرف نشده، در طرف مسئولان داخلی میگن واکسن بومشیک فرستاده نشده تا ما تزریق کنیم. اما یه چیز زیرساختی وجود داره من اشاره کنم. ببینید حتی در اروپا زیرساختهای آلمان در نظام سلامت، که یعنی شما از حق برخورداری بهداشت و تخت‌های بیمارستانی مجهز برخوردار باشی، با فرانسه متفاوت. آلمان در کنترل کرونا موفق‌تر بود، در فرانسه این زیرساخت ها فراهم نبود. حالا حساب کنید در استانی، در شهرهایی که تعداد مساجد مورد نیاز چند برابر بیمارستان، در یه شهر فقط یه بیمارستان وجود داره، اگه همچین بلایی بیاد چقدر انسان ها به خاطر نبودن امکانات اولیه تلف میشه. متاسفانه سیستان و بلوچستان بخصوص ساختن مسجد شده یه چیز هویتی، یعنی شیعه ها مسجد میسازن، سنی ها مسجد میسازن، ولی کسی بیمارستان نمیسازه. خدمات دولتی هم که اونجا همیشه پایینه به خاطر شرایط امنیتی. و بازم متاسفانه حتی سرپولدارهای بلوچ، یعنی سنی محسب ما، در زاهدان مسجد میسازن ولی خانق سازیشون در مشهد میکنن یا در به اصطلاح استان گلستان میکنن، چون احساس میکنم اونجا سود خیلی بیشتره، خانه خیلی گرانتره. ببینید اینجا دو تا مسئله است. دولت باید یه سری زیرساختار فراهم کنه و بعد اینا اون احساس امنیتی بکنن بیارن در همون منطقه. من با که دوستان بلوچ حرف میزدم، به عنوان یه بلوچ دردمند، سنی بلوچ دردمند تحصیل کرده، میگو ببین من دوست دارم اون آقایی که میاد مسجد میسازه بیاد اونجا یه خیریه بیمارستان بسازه، یه درمانگاه بسازه، کنارش نمازخانه هم بزنه. این آقا اسم میبرد، میگو بعضی از اینا به جایی که مشهد خانه سازی کنن، در استان گلستان خانه سازی کنن، بیان در اینجا خانه سازی کنن. البته اینم تاکید می که به خاطر عدم امنیت و سود کم به اصطلاح خانه سازی یا مجتمع سازی یا نهادهای تجاری و صنعتی سازی و نبودن امنیت، میگه خب اینجا استقبال کمتری میشه، ولی میگه آدمایی هستن در این استان معتبرن و به راحتی حتی عملیات تروریستی علیه اینا یا مسلحانه علیه منافع این اهل سنت به سادگی امکان پذیر نیست، اینا معتبرن، ولی میگه بازم این کارو نمیکنن. در حقیقت ناتوانی دولت در
توسعه استان خیلی دردناک هم هست دیگه. آبش کم ویژگی هایی که تو سیست بعد زاهدان هست برای همه دوستان، برای چابهار هست و اون استان جنوب شرق ایران برای همه روشنه. از جنوب کرمان شروع میشه استان کرمان تا چابهار. و این نکاتی که باز بهش پرداخت و واقعا انتظار خود من از تیپای مثل مولوی ها اینه که تیم مولوی ها بیان تشویق کنن اینا بیان بیمارستان بسازن، نهادهای تجاری اداری بسازن، نهادهای صنعتی بسازن. و اون موقع حالا از الان هم آقای مولوی تو ببندن دهن آقای رئیسی داره رئیسی، خب یک بودجه فوق‌العاده لازم داره، چون رأی آقای مولوی به رئیسی رأی یک جریانی هم اونجا اصلا گفتم در اقلیت قرار گرفته. یه متاسفانه ساختار قدرت در ایران معیوبه. اهل سنت، این اهل سنت زاهدان خودش خارج از بازی سیاست میدونه، راست هم میگن درست هم میگن. حالا به هر علتی مدر رای داده با آقای رئیسی، باید مطالبه کنه، مطالبه فوری باید بکنه و این حقشه. ولی واقعیت اینه که باید به این درد هم پرداخت، یعنی روشن فکران بلوش، تحصیل کرده های بلوش، اصلا سیستان و بلوچستان باید مسئله توسعه استان در اولویت قرار بدن و یه مقدار افکار عمومی جامعه خودشون رو معذب کنن. مثلا اگه یه فلان سرمایه‌دار در مشهد ساخت ساز و کار تولیدی داریم، با چرا نباید زاهدان باشه؟ حتی چرا دولت نباید امنیت این رو تامین کنه؟ مثلا این نکات مهمی و اینجور موقع ها فاجعه رخ میده، چون زیر ساخت ها وجود نداره.